دو تا کامپیوتر داریم که ایراد تقریبا یکسانی دارن، هر جفتشون روشن نمیشن. اگه دوست دارید یاد بگیرید چطور باید بفهمیم مشکل از کجاست و اون رو برطرفش کنیم، با من همراه بشید. سلام، من اردشیر کاویانی هستم و اینجا چهارراه کامپیوتره. امروز میخوایم بریم سراغ این که بفهمیم یک کیس ایرادش چیه و چطوری میتونیم اون رو برطرف کنیم. دو تا کیس برای من آوردن، یکیش در اصل مال خودمونه، مال شرکته که دست یکی از بچه‌ها بوده، تو دوران دورکاری داره استفاده میکنه و روشن نمیشه. این کیس هم واسه یکی از بچه‌های قدیمیه که بهم داده. کیس ها هر جفتشون تقریبا قدیمی هستن و خب احتمال داره قطعات باشن. هر جفتشون روشن نمیشن. ایرادی که من گفتن الان تازه اولین باره که میخوام این رو تست بکنم، فقط درشو باز کردم که بریم با هم دیگه تست کنیم ببینیم چیه قضیه. قبل از اینکه بریم سراغ درست کردن کیس، اگر هنوز عضو این کانال نشدید ازتون میخوام که حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید و حتما زنگوله بغلش هم تپ بکنید که هر زمان ویدیو جدیدی منتشر شد مطلع بشید. خب دیگه حرف زدم بسه، بریم سراغ ویدیو و ببینیم که میخوایم چیکار کنیم. گفتم این کیس رو تازه میخوام ببینم چشه، نمیدونم هنوز، شاید یه جایی خودم درست نتونم بفهمم چشه، باید با حدس و گمان بریم جلو خیلی وقتا. و واقعیت هم اینه وقتی یه کیس جدید به من میدن و میگن آقا روشن نمیشه، من به چند تا چیز احتمالم میدم که آقا این امکان داره باشه، باید روشن بکنیم و ببینیم چیه. من روشن میکنم و نتیجه هایی که میاد تو ذهنم رو با شما در میون میذارم. امکان داره خیلی راحت بفهمیم چشه، امکانم داره خیلی سخت تر بخوایم بفهمیم. ترجیح میدم که کل پروسه رو شما ببینید. حالا باز تو ادیت اگه جایی خیلی طولانی شده بود اون رو براتون درش میارم که زمان شما تلف نشه، ولی خیلی میتونه بهتون کمک بکنه که شما هم بتونید این کار رو توی خونه خودتون انجام بدید و نخواهید هزینه خیلی گزافی بابت این قضیه بکنید. وقتی بفهمیم ایراد از چه قطعیه، به راحتی اون قطعه رو میدیم تعمیر یا اون قطعه رو تعویض میکنیم در نهایت. ولی همین کار رو بیرون بخوام براتون انجام بدن، نمیدونم واقعا هر کسی براساس اینکه حالا کجا داره کار میکنه ازتون مبلغهای متفاوتی رو میگیره. پس این ویدیو میتونه پول شما رو سیف کنه و تو جیبتون نگه داره. البته نمیگم همیشه همین مشکل پیش میاد، امکان داره مشکل ها فرق میکنه، ولی قطعا به دردتون میخوره و کمکتون میکنه. بریم روشن کنیم برای اولین بار کیس رو ببینیم چجوریه. کابل برقش رو زدم، دکمه هم نداره، برق وصله، روشن کنیم. خب اولین چیزی که دقت میکنم توش اینه که ببینم فناش کار میکنه یا نه. فن پاور داره کار میکنه، فن سی پی یو داره کار میکنه، فن وی جی هم داره کار میکنه. هیچ بوغی نزد و که خب این هیچ بوغی نزدن خودش یه ایراده. من باید ببینم آیا اسپیکر داره یا نه. کابل اسپیکر که رفته براش، حالا اینکه اسپیکر واقعا کار میکنه یا نه نمیدونم. اسپیکر رفته این جلو، اسپیکرش اصلا کجاست؟ فکر کنم اسپیکرش مشکل داره چون اصلا بوق نزد. حالا این قضیه بوقا چیه؟ کارت گرافیک میتونه باشه. اول بگم احتمالا رو. الان احتمالا که میدم روی کارت گرافیکه و آها خاموش شد. خب وقتی خاموش میشه دیگه ایراد از کارت گرافیک نیست. حالا احتمال چیه؟ احتمال اینه که سی پی یو داغ میکنه و فرمان خاموش شدن میده، که البته الان که من دست میذارم روی سی پی یو میبینم سی پی یو انقدر داغ نشده. اگر سی پی یو داغ شده بود امکان داشت فرمان خاموش شدن بده. پس الان احتمالم میشه یا مادربرد، چیپست شمالی هم داغ نشده ولی داغتر از سی پی یو، و احتمال اصلی میره رو پاور. الان شکم اول رو پاوره، ببینیم پاورش چیه. من پاور تست دارم، اگه لازم شد از پاور تست هم استفاده میکنم و ببینیم که پاورمون مشکل داره یا نه. پس الان من احتمالم اول رو پاوره بعد روی مادربرد. ولی یه چیزی در رابطه با بوق بگم، موقعی که شما کیس رو اسمبل میکنید یه دونه بوق روی کیس هست که وصل میکنید. قدیما یه بوق گنده انقدی میذاشتن کف کیس، الان دیگه بوقای خیلی کوچولویه که روی مادربرد وصل میشه. بر اساس سازنده مادربردتون و سازنده بایوستون امکان داره که این مادربرد بوقهای متفاوتی بزنه. مثلا بوق ممتد میزنه، اون من میگن آقا بوق ممتد زد رمه مثلا، یا بوق مقطع زد امکان داره مثلا کارت گرافیکت باشه، 5 تا بوق مقطع زد سی پیوت باشه. اینا متفاوته، بر اساس هر مادربردی امکان داره فرق بکنه. ما یه مقاله کامل توی وبسایت چهارراه کامپیوتر داریم که این بوقا رو تو اکثر برندها نوشتیم، میتونید به اون مراجعه بکنید، لینکش رو توی دیسکریپشن براتون میذارم که برید ببینید. خب من الان احتمالی که میدم روی این مادربرد، روی این کیس، پاوره. من برم پاورمو بیارم، یه پاور تست دارم، با اون پاور تست کنیم ببینیم که مشکل حل میشه یا نه. خب همونجور که میدید من پاور آوردم و دارم کابل های پاور قبلی رو قطع میکنم که این یکی پاور رو بس کنم. برق 24 پین، برق 4 پین و یه دونه هارد رو بهش میدم، برق رو بس میکنم، تست میکنیم ببینیم روشن میشه یا نه. تو حالت عادی اگه من بخوام این تست رو انجام بدم، کیس رو میخوابونم و خیلی راحت تر میتونم این کار رو انجام بدم، ولی الان چون میخوام شما بتونید یه ذره از تصویر رو ببینید این کار رو نمیکنم. چون هاردش از نوع قدیمیه، برق ساتا نمیخوره و برق آیدی میخوره. 24 پین رو بس کردم، 4 پین مادربرد رو هم بس کردم. پاور رو از این ور بگیریم بزنیم اینجا. این پاور من دکمه 01 داره، حواستون باشه. خب بوق زد، یه بوق کوچولو زد، یادم نیست اون موقع زد نه، ولی الان یه بوق کوچیک زد، تصویر داد. حالا که تصویر داد دیگه احتمال قریب به یقین همون پاوره. حالا باید کامپیوتر روشن بذارم ببینم که آیا خاموش می شود یا نه. اگه خاموش نشد و کامل کار کرد که خب مشکل از پاور بوده. حالا این پاور رو باید بازش کنم ببینم برندش چیه، آیا ارزش تعمیر کردن داره یا نداره. در رابطه با تعمیر پاور، این خیلی صدا میده، بذارید من قطعش بکنم که صدام بیشتر از این خراب در نیاد. صداش از کجا میاد؟ صدای کارت گرافیکه. وقتی فن کارت گرافیک رو دست میذارم نگه میدارم اغلب صدا قطع میشه، پس این فن کارت گرافیکش هم باید بازش بکنیم، یه چند تا قطره روغن چرخ خیاطی توش بریزیم که چرب بشه و این صدای احتمالاً برطرف بشه. اگه نشد میتونید فنش رو تعویض بکنید. تعویض این فنا یه ذره هنر میخواد که باید خیلی دقت بکنید، فن مناسب براش پیدا بکنید، همپایه اون بخوره بتونید بگیرید و این کار رو اگه میخواید انجام بدید. خیلی توصیه نمیشه، سعی کنید با همون روغن مشکل رو حل بکنید، قشنگ تمیزش بکنید، روغن کاری بکنید تا مشکلش حل بشه. خب تصویر داد و بالا اومد، به نظرم که خاموش نمیشه. حالا من بعدم حتما تست میگیرم ببینم که آیا این میتونه روشن بمونه برای طولانی مدت یا نه، و اگه روشن میمونه و مشکل نره دیگه مشکل از پاوره. من خاموش کنم صدا قطع بشه. خب جتمون خاموش شد، فنش هم کثیفه و حتما فنش هم باید تمیز بکنم، اگه بشه یه باد تو کلش هم بگیرم. من دستگاه بلوور دارم، با دستگاه بلوور یا دمنده باد میگیرم توش، قشنگ اینجا رو گرد و خاک میگیره. البته هیچ وقت اینجا این کار رو انجام نمیدم، یا لب پنجره یا بالا پشت بوم یا بیرون این کار رو انجام میدم، و اگه دفترم باشم که خب دفتر تو حیاط این کار رو انجام میدیم یا بالکنمون، و حتما این کار رو انجام بدید. اگر بلوور ندارید، سشوار رو زوری نداره بتونه این کار رو بکنه، جارو برقی هم زوری نداره. من پیشنهاد میکنم قطعات رو باز کنید، شروع کنید با یه دونه فرچه کوچولو تمیز کردن. حواستون باشه آب به هیچ عنوان به هیچ جاش نخوره. خب این از کیس اول و مشکلش رو فهمیدیم. بریم کیس دوم رو بیاریم و ببینیم اون مشکلش چیه. خب همونجور که می‌بینید من کیس دوم آوردم وصل کردم و کیس دومم مشابه همونه، دفعه بدتر. هر چقدر دکمه پاور رو میزنم اصلا روشن نمیشه. خب حواستون باشه وقتی اینجور مشکلی پیش میاد اول چک کنید ببینید کابل درست وصل شده یا نه. من الان باید برم توی مادربرد کابل رو قطع کنم، با یه چیزی بزنم ببینم، شاید اصلا کابلم مشکل داره، شاید هم پاور باشه. چون کیس دست نخورده حدسم اینه که اصلا پاور مشکل داره و باید پاور رو چک بکنیم. ولی قبلش یه چیزم در رابطه این پاور بگم. این پاور اون یکی کامپیوتر خیلی اولا سبکه، یه اصلا برندی نداره، من نمیدونم چیه واقعا این پاور. و البته یه زمانی خب این پاورها خیلی تو بازار بوده و از اینا استفاده کردن، شاید مثلا همین مثل این برند شبیه پرفکت بشه چون خیلی قیافش به پرفکت شبیه، ولی حالا برچسب نداره. احتمالا برچسب اینجا بوده افتاده و الان نمیدونیم که حتی برندش چیه. در رابطه با تعمیر پاور، بچه‌ها تعمیر پاور یه کار یه ذره ریسکیه، به خاطر اینکه باید دقیق و درست تنظیم شده باشه. پاور نقشش مثل نقش غذاییه که ما تو روز میخوریم. اگه غذای بدی بخوریم همه بدنمون کم کم آسیب میبینه. پاور کامپیوتر خوب نباشه کم کم به همه قطعات آسیب میزنه. پس اگر میخواید پاورتون رو تعمیر بکنید حتما جای درست سایه بدید برای تعمیر. اگه تهران هستید و پاور مارک دارید، گارانتی وارد کننده اون مارک حتما تعمیر پاور رو هم براتون انجام میده. مثلا برند گیرین الان تعمیرات انجام میده براتون، میتونید بدید خود گیرین براتون انجام میده، یا یه جای معتبر. من اصلا نمیخوام بگم آقا هر کسی بلد نیست، نه، اگه جای معتبریه و بهشون اطمینان دارید و میشناسیدشون که تعمیرات خوب انجام میدن، بدید اونا حتما براتون انجام بدن. منظورم اینه که به هر کسی اطمینان نکنید برای تعمیر پاور، جایی که واقعا حرفه‌ای باشه قشنگ یه ذره سرچ بکنید، زنگ بزنید، بپرسید ببینید آقا قبلا تعمیر کرده نکرده، 4 تا سوال بپرسید، بعدش ببرید پاور رو بدید بهش، راحت بخواید تعمیر براتون انجام بده. خب من این کیس هم پاورش رو عوض کنم ببینیم که همون مشکل رو داره یا نه. اگه اینه، جفت پاورها باید با هم دیگه بره تعمیر. این یکی مادربرد، این یکی کیس، 2 تا هارد داره، یه SSD، یه دونم اینجا DVD رام. پس پاور خیلی چیزا رو باید بکشیم، باید حواستون باشه. SSDش از یه طرف بسته شده، مال خودمون، یه ذره تنبلی کردیم. خب برقش رو بس کنیم و تست کنیم ببینیم که روشن می شود یا خیر. خیر، پس شاید مشکل از پاور نبوده. حالا باید بریم کابل‌ها رو چک کنیم. اتصال کوتاهی که دادم کامپیوتر روشن شد. تا الان فکر میکنم فقط مشکل از اون یه تیکه کابل است. حالا بعد با پاور اصلیش هم چک کنم ببینم، شاید اصلا پاور اصلی هم مشکل نداشته باشه. فقط اگه اون یه دونه باشه، یعنی این که مثلا کشیده شده یا اینجور اتفاقی واسش افتاده. خب اومد بالا. حالا اگر بذاریدون ببینیم که اینجور اتفاقی افتاده یا نه، و یه راهکار بهتون بگم. دکمه ریست کار میکنه، دیدید؟ چون الان زدم دکمه ریست رو کار کرد، فقط دکمه خاموش روشن کار نمیکنه. با پاور خودش تست کنیم. بازم همین بود، فقط اون کابل قطع شده بود. خب و الان که دوباره با این زدم وصل شدش. شما میدونید حتما که روی مادربرد ما چند تا پین داریم که این پینا رو سیم از جلوی کیس وصل میکنیم بهش. پین پاور سویچه، پین ریست سویچه، یعنی کلید پاور و کلید، البته که تصویر نمیده. اینم ببینیم، بذارید ادامه بدم. سیم ریست سویچ، پاور LED و HDD LED و اسپیکر، اینا 5 تا چیزیه که باید وصل بکنیم. خب الان روشنش کردم ولی تصویر نمیده، پس احتمالا پاور مشکل دارد ولی اون سیمه هم مشکل داره. یه بار خاموشش میکنم، دوباره روشن کنم، شاید ایرادی باشه. خاموش که میکنم برقشم میکشم. تصویر داد، مشکل نداشت، فقط اون کابل قطعه. خب حالا اگه بخوام اون کابل رو درست بکنم، اولا که من که الان برای این کیس این کار میکنم چون کیس خودمونم هست، بازش میکنم ببینم که اگه جایی از اون سیم قطعی داره از اونجا میبرم، دوباره لحیم میکنم و وصل میکنم. ولی به فرضم که این سیم خراب شده باشه و نتونید کار بکنید، میتونید جای دکمه ریست و پاور رو عوض کنید. کابلی که اومده برای ریست کردن رو وصل بکنید به جای پاور و دکمه ریست رو بزنید و کامپیوتر روشن بشه. و پاور نداشته باشید. حالا اگه خواستید یه زمانی ریست کنید چیکار کنید؟ دکمه پاور رو نگه دارید، کامپیوتر خاموش میشه و بعدش دوباره میتونید روشن کنید. دقیقاً همون کاری که با لپتاپمون انجام میدیم. اینم برای جابجاییش. خب پس این ویندوز هم اومد بالا. من الان دقیقاً مشکلمو فهمیدم. اون یکی اون کیس مشکل پاورش بود، این یکی هم فقط مشکل این سیم است که این سیم رو حالا میگم من اینجا باز میکنم ببینم سیم از کجاش قطعی داره، اگه تونستم درستش میکنم، اگه نشد با اون یکی جابجا میکنم و استفاده میکنم. خب من این کیس هم خاموش کردم که صدا نباشه و تیکه پایانی رو بگم. امیدوارم این آموزش به درتون خورده باشه. من سعی میکنم اگه از این جور اتفاقایی دوباره افتاد سعی کنم براتون فیلم بگیرم، به خاطر اینکه مدام که شما این اتفاقا رو ببینید ملکه ذهنتون میشه آها اینجا شاید این جور اتفاقی افتاده و پس منم برم اینو چک بکنم. این روش ها کم کم و با دیدن این فیلم ها، با دیدن تجربیات بقیه است که تو ذهن شما شکل میگیره و لازمه که خودتون یه جاهایی سعی کنید اون رو یاد گرفتن. من امروز اول شروع کردم از سعی و خطا کردن تا این چیزا رو یاد گرفتم. البته که شما الان مزیت اینترنت رو دارید و میتونید از اینترنت سرچ بکنید، پیدا بکنید و بفهمید چیه، ولی یه ذره باید خودتون یاد بگیرید این کارا رو انجام دادن. سعی و خطا این کار رو انجام بدید، کابلا رو حتما درست وصل کنید، حواستون باشه مراحل ایبیابی کم کم توی مغزتون شکل بگیره و بتونید از اونها استفاده بکنید. این سبک جدید ویدیو سبکیه که من تا حالا انجامش ندادم و نمیدونم چه اتفاقی میفته و قراره در موردش صحبت بکنیم. اگه از این سبک خوشتون میاد حتما برام بنویسید که من اگه بازم از این اتفاق افتاد بتونم براتون از این ویدیوها بسازم و اگه خوشتون میاد حتما لایکش بکنید، حتما کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو تپ کنید و ازتون میخوام که ویدیوهای کانال چهارراه کامپیوتر رو به دیگران هم پیشنهاد بدید. امیدوارم این آموزش براتون مفید باشه. من اردشیر کاویانی هستم، اینجا چهارراه کامپیوتر. خدا نگهدار.